هفته آینده روز یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی 23 آگوست، شرکت کتاب میزبان یک چهره فرهیخته بسیار دانشمند، پژوهشگر و کسی که بسیاری از چیزهای ویژه در حدود 20 سال گذشته رو در جامعه ایرانی خارج از کشور باب گذاشته، بنیاد گذاشته و در طی مصاحبه در اون زمینه‌ها بهش می‌پردازیم. این شخصیت کسی نیست جز مهندس بهرام مشیری. مهندس بهرام مشیری، خیلی خوش آمدید به برنامه تلویزیونی بنده. درود بر شما آقای خلیلی گرامی، درود بر هموطنان عزیز، بینندگان شما و تلویزیون اندیشه. خیلی خوشحالم به خدمت هستم. خواهش می‌کنم. همینجوری که گفتم، دلیل عمده‌ای که من از مهندس بهرام مشیری که خودشون برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی متعددی دارند دعوت کردم که این برنامه بیان، هفته آینده بهرام مشیری برای نخستین بار در شرکت کتاب مراسم، البته اولین بارش نیست که در شرکت کتاب خواهد بود، ولی اولین بارش هست که در مراسم امضای کتابی که در رابطه با رستم و سهراب شاهنامه فردوسی بزرگ نوشته شده، این کتاب منتشر شده از بهرام مشیری و می‌خواهیم در مورد این کتاب بیشتر بدانیم و به همین دلیل مهندس بهرام مشیری امروز در این برنامه هست. ولی قبل از اون که وارد مبحث شاهنامه فردوسی و رستم و سهراب بشیم، اگه اجازه بدین، چون ما این هفته، هفته 28 مرداده و این 28 مرداد یک بختکی است بر سر ملت ایران و جامعه ایران و به نظر من جمهوری اسلامی ازش بسیار بسیار استفاده کرده، به خصوص که فاجعه سینما رکس آبادان در روز 28 مرداد به وجود آوردن که پهلوی دوم نتونه بنزه لازم علیه در حقیقت حکومت اسلامی و یا علیه بنیادگرایان اسلامی در اون زمان عکس العمل نشون بده، فقط به خاطر همین که این بختک 28 مرداد روی این حکومت و این رژیم افتاده بود. در مورد 28 مرداد کتاب‌های متعددی منتشر شده، انتشار پیدا کرده. شرکت کتاب افتخار داره که کتاب سوداگری با تاریخ محمد امینی رو منتشر کرده و به بسیاری از مطالب و مسائل پاسخ داده این کتاب آقای امینی. خدمت شما عرض کنم که ولی در سال گذشته، یعنی در سال 2014، از مجموعه کتاب‌های علم یا یعنی اسدالله علم که 7 جلد، یعنی 6 جلدش تا اون موقع چاپ شده بود و جلد هفتم در فکر میکنم پاییز گذشته منتشر شد که جلد هفتم نام گرفته، ولی در حقیقت جلد اول یادداشت‌های علمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جلد اول رو پیدا نکرده بودن یادداشت‌ها رو، آقای عالی خانی از جلد دوم شروع کرده بودن و اسم اونو جلد یک گذاشتن و بعدن در کتاب، در مجموعه چیزهایی که از صادق عظیمی دوست و یار غار اسدالله علم در سوئیس پیدا کرده بودن، در اون مجموعه بازمانده چیزی که از صادق عظیم بازمانده بود، این یادداشت های دو سال 1346 و 1347 باقی مونده بود پیدا کردن و اینو گذاشتن که به عنوان آخرین جلد چاپ بکنن. در این جلد هفتم یک مطلب بسیار بسیار مهمی است که من برای نخستین بار، شاید به دلیلی که اولین نفری بودم که این کتاب رو دریافت کرده بودم و به طور کاملم خونده بودم، کشف کردم که علم در مورد 28 مرداد چه نظری داره آقای مهندس مشیری عزیزم. و در یادداشت‌های علم صحبت قیام ملی 28 مرداد نیست. بله. و در دو جا علم، در یکی در صفحه 154 کتاب یادداشت‌های علم جلد 7 میگوید که خواست خداست، تصدیق کردم، زمینم به عرض رسوندم، خاطر مبارک هست، وقتی محمد مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشته بود، روز 4 آبان برف می آمد، در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد برگشتیم، آنجا هم آتش نبود، من عرض می کردم کودتا بفرمایید. همون کاری که 9 ماه بعد شد. منظورش اینه که در آبان ماه 1331 هستند
و اونجا به علیرضا به شاه فقید گفتن که ما تا 9 ماه بعد بالاخره کودتا میکنیم. این مال پنجشنبه 11 آبان 1346 است، یعنی یادداشت مربوط به پنجشنبه 11/8/46. اون موقع اسدالله علم وزیر درباره و این صفحه 154 کتاب یادداشت‌های علم. خدمت شما عرض کنم در صفحه 325 یادداشت‌های علم باز هم جلد هفتم میگوید که دکتر غلام حسین مصدق پسر دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر معروف که باعث دوری شاهنشاه از کشور شد که به روم تشریف بردن، بعد کودتای سپهبد فضل‌الله زاهدی باعث مراجعت شاهنشاه شد، امروز تقاضایی کرده بود و و و و به هر حال به طور قاطع واقعی که در 28 مرداد اتفاق افتاده کودتا بوده، نه قیام ملی 28 مرداد که بعدها در تاریخ رسمی که در دوران پهلوی دوم ازش استفاده میشد به عنوان قیام ملی مطرح میشه. این نکته عرض کنم، البته این بحث خیلی بحث مفصل تاریخی است و متاسفانه این داستان 28 مرداد به صورت یک استخوان لایزخم در تاریخ مملکت باقی مونده و از میان رفتنی نیست. کسانی گفتن که از میان رفتنی نیست. چرا از میان رفتنی نیست؟ به جهت اینکه هر واقعی در کشورهای متمدن میفتند، دو سوی قضیه با هم صحبت میکنن، حقایق رو قبول میکنن و اون موضوع جزء تاریخ میشه. بله، تا زمانی که ما نپذیریم که این واقعه چه بوده و طبیعتش چه بوده و توسط چه کسی انجام شده، اینها این خواهد بود، از میان رفتنی نخواهد بود. اگر تصور کنیم با گذشت زمان و با از کنم سخنان نادرست گزارش غیر واقع بدیم، از میان نخواهد بود. اما در راستای فرمایش شما نسبت به چیز علم یک روز خدمت شاه سابق میگوید این آقا یعنی کرم روزگار میخواد خاطراتشو بنویسه. خب میدونی ایشون رئیس آپریشن آجاکس بوده اینا. من یه فکری کردم و اونی که ما بهش بریم پول بدیم ما خاطرات اونو بنویسیم. البته بعد معلوم میشه که اتفاق نیفتاد، چون خیلی دقیق و هیچ آمریکایی که حدی به شاره داشته باشه پول نمیگیری که یه کسی یه خاطراتشو بنویسه. اینه که اینم من بیادم اومد خدمتون عرض کنم. منظور شیری شما یکی از چیزهایی که بنیان گذاشتی موضوع مخالفت با استبداد. بله استبداد. من منظورم اینه که در البته برنامه‌های تلویزیونی تو و همیشه گفتین که ما بایستی با استبداد در مخالفت باشیم. تفاوت نمی‌کنه. بله. در چه دوره‌ای اتفاق می‌افته، در چه وقتی اتفاق می‌افته. ما وقت انقلاب مشروطیت رو به ثمر رسوندن نیاکان ما و اجداد ما و تونستیم یک قانون اساسی داشته باشیم که در این قانون اساسی مسئله آزادی همه ملت ایران مطرحه و مثلا مطبوعات رکن چهارم مشروطیت مطرح میشه. بله. و مطبوعات آزاد میشن و اجازه داده میکنن که هر آنچه که دلشون بخواد در چارچوب البته قانون بنویسن و ایرادی نداشته باشه. این موضوع ضد استبدادی بودن آقای مشیری رو من واقعا با گوشت و پوست و خونم در حقیقت درم به وجود اومده، یعنی که با برنامه‌ای که از شما دیدم همیشه این موضوع ضد استبدادی و علیه استبداد موضع گرفتن بسیار بسیار مهمه. بله، چون استبداد تفاوتی نمی کنن. چون وقتی بگیم استبداد یعنی این که ملت بر سرنوشت خیش حاکم نیست، وقتی بگیم استبداد یعنی سرنوشت کشور در دست یک شخص یا چند تن هست. خب انواع استبداد داره، بنابراین این مهم نیست که کدوم شخص مستبد هست. هر جا استبداد هست فساد هم همونجاست. و کشور ایرانیان بعد از 2500 سال آمدن و نخستین کشور بودن در بین کشورهای جهان سوم که موضوع کنستیتوسیون به قول خودشون قدما و موضوع آزادی و حقوق ملت، اینا همه المان‌هایی است که متاسفانه باش مخالفت شده و کشور ما هنوز به درکات در درکات استبداد دست و پا میزنه. بله، این است که ما بایستی اگر سعادت کشور رو میخوریم، اگر آینده ایران زمین رو دوست داریم، با استبداد مخالفت کنیم و یک کاری بکنیم که در واقع ملت جایگزین
شخص بشه و حقوق ملت رعایت بشه و ملت در صحنه باشن و ملت مالک کشور باشن و تصمیمات خرد کلان توسط مردم و نمایندگان مردم گرفته بشه. شما ببینید داستان اتم و این بند و بساط رو ملت بیچاره کردن و بعد از این همه داستان ها تازه آقای ظریف میگوید چیزی نشده، در یک کارگاه کوچکی اشتباهاً 1.5 درجه شد. درست مثل این که این همه مخارج و میلیون ها دلار اینا مثل که کسی آبگوش بخته نخودش زیاد شده. اینقدر ساده میگوید در جواب اون آقای زیبا کلام. چیزی نشده بود آقا 1.5، و چون 1.5 چیزی نبود گفتیم که نرا نگیم به مثلا آیه. یعنی بعد از این همه بدبختی استبدادی دیگه عزیزم، مردم ایران که خبر نداشتن که ما بدبختی میدونی در چیه. بعضی ها میان دکتر محمد مصدق، یعنی ظریف رو میان با دکتر محمد مصدق مقایسه میکنن. آقای خب دیگه این قیاس مقام معل فارغه، ولی یک فایده داره آقای خلیلی و اون فایده اینه که اینا وقتی میان یک آدمی بچه آخوندی هیلگر و دروغزن و دروغ آزمای مثل این آقای ظریف رو با دکتر مصدق مقایسه میکنن، اینها میخوان ظریف رو بالا برن. غافل از این که اون چه توجه داره این است که باز میگویند، یعنی تلویحا میگویند که معیار دکتر مصدق این آقا شبیه اونه. درسته؟ یعنی تبلیغ برای دکتر مصدق در واقع حالا ندانسته شاید. بچه های ایران که نمیشناسن و در مطبوعات بر اونها بسته است و در تاریخ بسته شده است و اینها میپرسن که آقا این آقا کی بوده که این آقای ظریف مثل اونه. من اتفاقا در همین باز تایید همین حرف شما، اتفاقا من یک کتابی چاپ کردم در سال 2009 با عنوان دکتر محمد مصدق و بهائیان. بله. بعد خیلی جالبه. بله. رجانیوز که یک با سایتی وابسته به دولت جمهوری اسلامی و ولی فقیه، برای اینکه مصدق رو بزنه میاد از قول فلسفی مطلبی رو مطرح میکنه و میگه که فلسفی میره پلوی دکتر مصدق و میگه که آقا این بهایی ها شلوغ کردن و یه کارهای خیلی خلافی رو انجام میدن و اینا. بعد دکتر مصدق برمیگرده میخنده، بعد از اتمام شدن صحبت من یعنی صحبت فلسفی به گونه تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند خندید گفت آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی که فرق ندارن، همه از یک ملت و ایرانی هستن. و فلسفی میگه که این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود. حالا این رجانیوز میاد میگه که آقا امام خمینی درست میگفت که این مصدق آدم مسلمانی نبوده است، نه و همیشه ساز خودشو میزده و طرفدار مثلا بهایی ها بوده، استفاحت اون بوده، دکتر مصدق سکولاری بوده، آدم سکولار و طرفدار ملت ایران بوده و فرقی نمیکرده. گفته آقا اینا مردم این مملکت هستن، شما چی میگید بهایی مسلمانی حرفا نداریم که. البته کتاب مصدق و بهاییان اثر بهرام چوبینه است که مقیم بله باشه صحبت کرد. بله بله. و اینی که فراموش نشه من فراموش کردم اسم نویسنده رو مطرح کنم. و خب برسیم به کار کتاب خود شما که امروز اصلا به خاطر این من و شما اومدیم اینجا نشستیم. نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیح جدیدی از داستان رستم و سهراب. خب من البته معتقدم این کتاب فقط واقعا کتاب رستم و سهراب نیست. بله. یک کتاب پژوهشیه، یک کتاب دایره المعارف. حقیقتش من خودم کلی چیز ازش یاد گرفتم و الان تا اونجایی که ممکنه فرصت داشته باشیم در مورد این کتاب صحبت میکنیم. ولی قبل از اینکه وارد گفتگوی کتاب بشم دارم میخواد اینو مطرح کنم که هفته آینده دوستان ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه 23 آگست بهرام مشیری در شرکت کتاب خواهد بود. مراسم امضای کتاب. از بهرام مشیری خواهش میکنیم که اون موقع اگر حتما فرصت خواهد بود به سوالات شما در زمینه این کتاب که فکر میکنم 5-6 سال حرفش و گفتگوش و موضوعش در تمام برنامه‌های تلویزیونی مطرحه به سوالات شما پاسخ خواهد داد. و من واقعا دلم میخواد البته یه موضوعی رو مطرح کنم اینجا. جالبه میدونید که از حدود 3-4 سال پیش متاسفانه کتابفروشی‌های بسیاری کتابفروشی‌های آمریکایی بستن. مثلا کتابفروشی بزرگ بوردرز که یک مجموعه در سراسر آمریکا حدود 250 کتابفروشی بسیار بزرگ بودن، این بله. منزی کتابخونه بودن و اینا، یا کتابفروشی بسیاری از بارنز اند نوبل بسته شدن. بوردرز به طور کلی بسته شد، بارنز اند نوبل یک بخشش بسته شد.
من اسم مشیری، در اینجایی که ما هستیم در محله ایرانیان در وست وود، غیر از شرکت کتاب چند تا سه تا کتاب فروشی دیگه هم هست. بله. و ما ایرانی ها تونستیم به عنوان نماینده ویژه فرهنگی برای حتی آمریکایی‌ها باشیم. من یه خانم آمریکایی رو چند ماه پیش اومد در کتاب فروشی شرکت کتاب، گفت تو صاحب کتاب فروشی هستی؟ گفتم کوچیک شما هستیم. گفت من تو نمیدونی، ولی من هر از گاهی میام اینجا ازت کتاب انگلیسی میخرم، با اینکه میتونم از آمازون بخرم، ولی میام از شما میخرم، برای اینکه شما این چرخش کارتون ادامه پیدا کنه و من بتونم از بغل شما در خیابان وست وود که میگذرم ببینم که کتاب فروشی وجود داره و این مؤسسه فرهنگی وجود داره و این حسی که آدم تو خیابون وقتی میره فقط مغازه رستوران و سوپرمارکت و چلو کباب و نمیدونم رستوران آمریکایی و لباس فروشی نبینه، بلکه کتاب فروشی ببینم و نوه‌هامو میارم، نوه‌هاشم با خودش آورده بود، نوه‌هامو میارم که کتاب فروشی رو ببینن، کتاب فروشی شما رو ببینن و بهشون بگم که شماها چقدر این زحمت میکشین که عنصر کتاب و مسئله فرهنگی رو نگه دارید. این خانم میگه از سال 1959 در وست وود متولد شده و در وست وود زندگی میکنه. عجب، چه جالب. خیلی برای من جالبه. بله، خیلی مهمه که ما تونستیم، چون نیچه مارکت هستیم، تونستیم خودمون رو حفظ کنیم هنوز و موضوع کتاب هنوز برای ما ایرانی‌ها اهمیت داره. بله. و من واقعا از همه کسانی که خرید میکنن از کتاب فروشی ها سپاسگزارم، برای اینکه این چراغ رو نگه دارن. یه تصور غلط این هست که از اینترنت اطلاعات به دست میاد. از اینترنت اطلاعات فرگمنتوری به قول اینجا یا پراکنده تکه پاره به دست میاد و شما با اینترنت نمیتونید ارتباطی برقرار کنید. این کتاب هست که شما برمیدارین، ورق میزنین و بعد میزنین سر جاش و یه ارتباط عجیبی آدم با کتابش پیدا میکنه، انس میگیره، مثل موجود زنده است اونجا گذاشته. و کتابایی که فرض کنید که مثلا دیوان سعدی که من 12 سالم بود هنوز دارم، یا شاهنامه‌ای چاپ 1336 دکتر دبیرسیاقی هنوز دارم، این جانشین کتاب نمیشه. اطلاعی که در اینترنت هست هست، ولی پراکنده است. بعضی وقتا باعث گمراهی میشه، چون یه میگن که کم دانستن بهتر از ندانستن است. بنابراین کتاب ارزش خودش رو حفظ میکنه، گرچه از نظر تجاری خیلی راحت شد از آمازون بخری و کتابی بزرگی مثل برده متاسفانه میبنده، اما کتاب هنوز نزد اهل فن کتاب. خدمت شما عرض کنم که خب رستم و سهراب حدود 550 صفحه، ولی مجموعه رستم و سهراب که بیش از 1100 خورده بیت. بله. این رستم و سهراب به عنوان یک نمونه است. این کتاب همونطور که عنوانش میگه نقدی، مقایسه چاپ‌های علمی شاهنامه است. انتقاد یعنی علمی. حالا بفرمایید که میخوام فقط سوال من اصلا اولش اینه. چه تفاوتی بین چاپ معمولی یک شاهنامه است و چاپ انتقادی؟ بله. چاپ معمولی در واقع کاپی تکست میگن، کاپی تکست ادیتینگ. بله. انتقادی رو میگن کریتیکال ادیشن، کریتیکال ادیتینگ. در چاپ معمولی شما نگاه میکنید اونی که مونده هرچی بوده، فرض کنید یه نسخه رو میگیرید نگاه میکنید، اگه غلطی هم داره میگذاری سرسری یا ممکنه تحصیل هم بکنی یا نکنی و چاپ. این چاپ معمولی. اما چاپ انتقادی در واقع یعنی چاپی که شما نقدگونه به عبارات نگاه میکنید، کتاب رو چندین بار میخونید، غلطهاش رو تشخیص میدهید و با استفاده از نسخ دیگر به قول معروف سعی در تصحیح غلطهای کتاب دارید و بعد توضیحات میدهید. یک اثر، حالا به هر صورت این کتاب میتونست حجم بیشتری داشته باشه، مثلا تسری پیدا کنه به سایر داستانها، اون موقع شما حتما بایستی در مقدمه یا جلدهای مختلف به نام در واقع تکستوال نوت می نویسید و توضیح میدید که چرا این کاری کردید. بنابراین بسیار فرق میکنه یک تصحیح انتقادی یا یک چاپ انتقادی با یک چاپ معمولی. چاپ معمولی هم چاپ بازاریه دیگه، مثل شاهنامه امیرکبیر فرض کنید، این چاپ بازاریه
توجه کردید یا شاهنامه چند نه اصلا من اینطوری باید بگم که چاپ انتشارات امیرکبیر دو تا چاپ داره از شاهنامه. بله. یکی یه جلدی بزرگ در سال 1350 خورشیدی که آقای بهرامی نگارگری کرده برای نخستین بار، چیز خیلی قشنگه. بله. برای اولین بار نگارگه ها نگاره های با چهره های ایرانی هستن. بله. و نه مغولی. بله. و خط جواد شریفی. بله. این یه شاهنامه است که به مناسبت 2500 سال شاهنشاهی در سال 1350 خورشیدی دو تا کتاب بزرگ چاپ شده اون موقع، یکیش مال امیرکبیره، یکیش هم مال شورای شاهنشاهی که شاهنامه بایسنقلی رو چاپ کرده. یه شاهنامه دیگه هم هست که به ما با مقدمه محمد جعفر محجوب. بله. خط چاپیه که خود من با اجازه آقای جعفری در سال دومی که شرکت کتاب پا به عرصه وجود گذاشته بود از اون چاپ کردیم، چاپ انتقادی نکردیم، اونو تجدید چاپ کردیم. بله. و تجدید چاپ کردیم و اینجا فروختیم، به دلیل که اون موقع خروج کتاب از ایران در حقیقت عملی نبود و به همین دلیل ما مجبور، یعنی ما دلمون می‌خواست شاهنامه رو ببریم و دونه دونه به دست مردم برسونیم. بله. که استفاده بکنن و اینا. اون چاپو بعدها در ایران بارها و بارها چاپ کردن و همچنان با غلط‌هایی که داره همچنان. بله بله، مشغول به چاپ هست. بله مشغول به چاپ. بله، در واقع این نوع چاپ رو دیپلماتیک ادیشن هم میگن. دیپلماتیک ادیشن یعنی چاپ دیپلماتیک اینه که شما اونی که هست اینا چاپ کنید بدید ویدیو بدون اینکه هیچ دخل تصرفی بکنید. میگن دیپلماتیک ادیشن خیلی خوبه. من از مشیدی من بگم که من چاپ انتقادی شاهنامه زیاد نگاه کردم. بله. شاهنامه مسکو رو نگاه کردم. بله. مول رو نوشتم. بله. دیدم اون. ولی شما در این کار یه کار بسیار بزرگ انجام دادید که خود من شخصا خیلی ازش استفاده کردم. یکی این که اومدید اولا نسخه های اصل رو اینجا مطرح کردید. بله. هر کدوم رو مطرح کردید که اینا از کجا اومده، چجوری شده، داستان زندگیش چجوریه. بله خیلی. و از این لحاظ یک رجحانی داره این کتاب شما، من این گفته باشم، بر هر کاری که تا به حال شده واقعا. اینو از این لحاظ به قول معروف منحصر به فرد من میتونم گزارش بدم اینا. ضمن این که اومدین این بزرگان مستشرق رو که اومدن روی کار کردن اینم نگاه کردین، بعد اومدین اصولا موضوع چاپ انتقادی، یعنی اصولا هر کاری رو که برای تصحیح متون لازمه و اینا اومدین اون دانشمندانم مطرح کردین و شیوه هر کدوم و اسلوب هر کدوم که بله. از اون یکی بهتره یا اصولا چه تفاوتایی میکنه اینا رو هم برشون. این نخستین باره در زبان فارسی. بله. که چنین میشه. بله. یعنی مثلا فرض کنید که مرحوم زرین کوب دو جلدش نقد ادبی ولی چیزی به دست نمیده که حقیقتا شیوه های نقد و تصحیح چیست. مثلا همین صفحه رو این بله شیوه لاخمانه. بله. این کارل کنراد لاخمان یکی از بزرگترین در واقع مصححان و ناقدان تاریخ هست که یک شیوه جدید آورد به نام جنیالوجی، یعنی نسب شناسی، یعنی چگونه ما از اختلاف دو تا نسخه یا یک غلط مشترک میتوانیم به اصل پی ببریم. در واقع شیوه لاخمان یک نوع برگشت در زمان هست تا رسیدن به زمان مؤلف و این که ما آرکتایپ رو پیدا کنیم. آرکتایپ استنساخ اول هست، یعنی نسخه‌ای که فردوسی نوشته گم شده، ولی اونی که اولین استنساخ دستیابی بهش خب خیلی مشکله. لاخمان این شیوه رو که من ترجمه کردم بخشاشو نشون میده که ما چیکار بکنیم که برسیم به آرکیتایپ. حالا من قبل از اینکه شما وارد این مبحث بشین، چون می‌خواستم این مقدمه رو گفته باشم، ولی دلم می‌خواد که خودتون در مورد مقدمه کتاب که مطرح کردین این موضوع رو که برای اینکه بینندگان عزیز بیشتر و بهتر متوجه بشن که اصل ماجرای این کتاب چیه، سرگذشتش خیلی مهمه. سرگذشت این کتاب حقیقتاً این است که ما سال‌ها می‌شنیدیم که آقای خالقی مشغول کار هستن. خالقی مطلق. بله، ما خیلی احترام برایشون قائلیم. امیدواریم که طول عمر داشته باشن، کاراشون رو بهتر کنن. بعد اما من فرصت این که
این کتاب رو داشته باشم. چند بارم به شما زنگ زدم، یه جلدش داشتین یا دو جلدش داشتین یا همش نداشتین یا همش چاپ نشده بود. جلد چاپ شد. اینه که ما دور افتادیم از این بحث. دو نوشتن مقدمه دوست من آقای ادیبیان ساکن هیوستن تگزاس گفتن آقا من دارم یک شش مجموعه 8 جلدی برای شما میفرستم شاهنامه. خیلی خوشحال شدم. بعد من مشغول بودم به این کتاب مقالطات که قول دادم به هموطنان چند سال هست و بحث مغلطه و منطقه و این چیزا هست و اینها. ما همینجور که باز کردیم این جعبه رو با یک ولعی که من دارم نسبت به این کتاب شاهنامه و خودم میدانم این ولع در چه حدی است و اینها، کسی خبر نداره، دست کردیم در این تو یه نسخه شما کشیدیم بیرون، یه جلد، جلد سومه، نوشتم صفحه چند این اون بالا نوشته چه آهنگ مازندران داشتی، کمندی و گرزی گران داشتی. داستان جنگ کاموسه. این چه میت غلطی است آقا، این اصلا معنی نمیده. اون جنگ مازندران در روزگار کیکاووسه و گذشته از این رستم به تنها تن خیش به مازندران رفت، سر تا پا مسلح بود. این چه غلطی، اصلا موضوعیت نداره. بعد ما هی دقت کردیم اینجا اونجا، دیدیم آقا کار از این کارها گذشته بیشتر هست، ضمن تصحیحات و اصلاحاتی که ایشون کرده خطاهای بسیار هم البته هست. اینه که ما بعدیم روی تلویزیون مطرح کردیم، خیلی علاقه نشون هموطنا اینا، رفته رفته دوستان تشویق کردن که این سخنان نوشته بشه و من اون کار اول رو رها کردم و چسبیدم به این کار و گفتم که خیلی خوب، ما حالا میخوایم این کتاب رو نقل بکنیم، بهتر از یک داستان رو بگیم، چون فرصت مقابله همه کتاب شاهنامه در همه چاپ ها عمری لازم داره. گفتیم یکشو میگیریم و این رو در این چهار چاپ انتقالی مقایسه میکنیم، اون داستان رستم و سهراب. ضمن این که یک اظهار نظر عمومی و یک نگاه سریع به کل داستان ها من کردم، اما آمدیم چاپ مسکو که خیلی هم شهرت داره و خیلی هم چاپ خوبی است، روی هم رفته، اما خطا زیاد داره، بازم خطا داره. و ماکان، آقای سرگور ترنر ماکان که در روزگار فتحعلی‌شاه قاجار در هندوستان مترجم بود، مترجم فرمانده کل قوای انگلیس بود در اونجا، و این مرد پارسی رو به غایت خوب میدانست و خوب مینوشت، و در اونجا این آقا نخستین کسی است که چاپ انتقادی کرده با در واقع نسخه های مغلوطی که در دست داشتی، نسخه هاش از قرن دهم به این صورت جدیدن، از زمان صفوی هم در هند هم زیاد شاهنامه نوشته میشد، به خاطری که پادشاهان مغولی هند علاقه فوق العاده به فرهنگ ایران زمان ایرانی بودن، رفته بودن گورکانیان هند. بله بله بله، اینا در واقع نوادگان تیمور لنگ بودن، بابر نخستین کس بوده که رفته و اینها، بنابراین فضل تقدم با اوست. اما خیلی الحاقات داره، یعنی این داستان رستم و سهراب تو شاهنامه فرض کنید نسخه در لندن 1052 بیت، در دستنویس فلورانس بوده 1011 بیت، اینها اونجا شده 1680 بیت. یعنی همه اینا چون مردم داستان رو دوست داشتن و نمیخواستن مصاحبت این داستان رو از دست بدن، هی از خودشون سرودن و افزودن به کتاب، مثل فرض کنید اسب گرفتن سهراب یا زاری کردن تهمینه، اینا هم الحاقی. ضمن اون که جای جای داستان هم باز هر جا خواستن افزودن، بیشترین دخل تصرف ها در داستان رستم و سهراب شده، به خاطر که علاقه مردم بیشتر از همه بود، یعنی هرچه داستان بیشتر علاقه داشتن بیشتر دخل تصرف. بعد از ماکان که در حال سال 1835 فوت شده، ما چشم ها روشن هست به جولیوس فون مول آلمانی که در حوزه پاریس عمل میکرد و جز شرق شناسان بزرگ بود و دولت فرانسه میاد و میخواد که در مجموعه شرقی که قراره بسازه کتاب شاهنامه هم باشه، به عنوان شاهکار مشرق زمین. مول رو مأمور ترجمه و تصحیح کتاب میکنن. ایشون فارسی رو نزد سیلوستر دو سیسی فارسی دان بود یاد گرفته بود و بعد مشغول شد به کار. نسخه‌های بدی در دست نداشت، مثل نسخه پاریس و اینها، چند نسخه هم از چیز هندوستان گرفته بوده، اینها کار کرد. و توالی منطقه ابیات هنوز اعتبارش برجاست، بسیار انسان بزرگی بوده و خدمت شایان کرده. نفیس در این کتاب تاریخ فرانسه رو او به چاپ رسونده و اون شاهنامه فردوسی بوده، یک صفحه زبان فارسی، یک صفحه زبان ترجمه زبان فرانسه. مول در واقع پیش از پایان کتاب فوت شد و یک شاگرد داشت به نام دومینار
که کار او رو به پایان برد. اونقدر کتاب گران بود که کسی نتوانست بخره. یعنی منظور مول این بود که همه بدانند، هیچ کس ندانست چون گران بود. اما خانمش اومد در قطع جیبی چاپ کرد و همون قطع جیبی در ایران هم چاپ شد. همون قطع جیبی که شرکت کتاب‌های جیبی همون خانم مول چاپ کردن و بعد چاپ‌های دیگر ازش شد و آخرینش رو عرض کنم که استاد معروف استاد محمد امین ریاحی چاپ کردن که مورد استفاده من بوده در این کار. بنابراین اون شخصیت دوم بوده. سوم هم روس‌ها بودن دیگه، شانم چاپ مسکو که بر اساس لندنه بین سالهای 61 و 72 منتشر شد، بعدش هم آقای خالقی. این چهار تا رو ما با هم مقایسه کردیم و بعد داستان رستم در همه. پس دو تا کار شما همزمان با هم دیگه، بله بله، هم چیف کردی. یکی این که همه اون کاری که مستشرقین کرده بودن، بله، به اضافه چیز خالقی مطلق گذاشتین، بله، به، بله، عنوان، بله، اسلوب کارتون استفاده کنین. یکی هم این که تمام اساتیدی که تا امروز چاپ‌های انتقادی منطقی، بله، کاری هم نداریم فارسی، بله بله، اومدن مثل لخمان و اینا، بله بله، این پایه کار قرار دادین که بتونین این دوتا رو به هم دیگه نزدیک کنین و یک شاهنامه زنده باد، یک کار به قول معروف انتقادی قطعی به وجود. بله، قطعی تا ببینید بین فردوسی تا در واقع قدیم ترین نسخه تاریخدار موجود 275 سال خلأه، خیلی 275 سال. بنابراین این نسخه فلورانسی کشف عظیم بوده چون خیلی ضبط‌های کهن داره، اما معلوم نیست که مالکیه، چون صفحه آخر که خط کاتب بوده قیچی شده، امضاش قیچی شده، تاریخ قیچی شده. تا پیدایش، تا به دست دادن نسخه نهایی از شاهنامه خیلی راه است، چون ممکنه دوباره فلورانس رو من یادآوری کنم که نسخه فلورانس 1369 سنت جوزف منظورم بود، بله، سنت جوزف 1990 در حقیقت، بله، پیدا شده. درسته، فلورانس میفرمایید یا سنت جوزف؟ سنت جوزف، بله. آقای دکتر مصطفی رفت اونجا، بله، فهرست کنن، دیدن این کتاب اینجاست، نمیدونستن که این گنج کرامند شاهنامه فردوسی است که زیر نمیدونم ایندکس قرآن بوده چی بوده اونجا، بله، قرآن عربی، قرآن عربی نوشتیم، قرآن عربی، بله بله، قرآن عربی اونجا بوده و مونده و تمامی ابیات فردوسی رو تقریبا در اختیار داره و خیلی ضبطهای کهن داره. مثلا فرض کنید این بیت ما همیشه اینطور خوندیم: فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت اون نیکویی اون فرهی، تو داد و دهش کن فریدون تو. اینطور نیست، ما تو این چیز اینطور دیدیم که به داد و دهش داد یافت اون نیکویی، چون نیکی سگالی فریدون توی. ببین خیلی مد کهن‌تر و زیباتر و بهتر، با یک کلمه، چون نیکی سگالی فریدون توی. خب داده دهش هم جز نیکیه دیگه. بله بله، خدمت شما عرض کنم. خب توی این صحبتایی که الان کردین در رابطه با تراژدی هم مطرح کردین توی این کتاب، بله، چون من همیشه معتقد بودم شاهنامه فردوسی بزرگ چهار تا تراژدی بزرگ داره: ایرج، تراژدی ایرج، بله بله، تراژدی سیاوش، بله بله، تراژدی سهراب و تراژدی اسفندیار. بله، من توی این کتاب خوندم که شما سیاوش رو به اون صورت تراژدی نمی‌بینید. دلم میخواد بدونم چرا. بله ببین، نه تراژدی هستن و تراژدی نیستن. وقتی ما میگیم تراژدی، ما سخن ما راجع هست به اون که یونانیان تراژدی میگفتن و در دنیا مفهوم یونانیش مطرحه. بله بله، در اون مفهوم که به عربی تراغودیا ترجمه شده و بهتر ما هرگز نگویم تراغودیا چون خیلی مسخره است، همون تراژدی باید بسیار لغات خارجی ما باید خودشونو به کار ببریم، ما نمیتونیم اونا رو ترجمه کنیم. اینا تراژدی یه حرفا معربش لازمه. آره دیگه، بر درود بر شما. ببینید تراژدی از دیدگاه یونانی عرض میکنم و آنچه ارسطو تحلیل کرد، عبارت است از یک داستان که دارای یک قهرمان است. یعنی ساختار تراژدی رو یونانیا گذاشتن. البته داستان ایرج خیلی تراژیکه، داستان سیاوش از اونم تراژیک تره و اسفندیار، اما این ساختار تراژدی که دارای یک قهرمان در میانه هست و این قهرمان مورد توجه هست، همه اعمال نیک انجام داده، دارای صفات عالی انسانی است، اما شروع میکنه به اشتباه کردن و اشتباه پشت اشتباه انجام میده تا یه جایی که خطاهای شخص خود او
بروز یک کاتاستروفی میکنه بر خودش، یعنی یک ضایعه غیر قابل جبران که تقصیر خودشه، و بعد خود این مقر میشه به اشتباهات خودش و اشتباهات خودش و تا آخر عمر با این درد زندگی میکنه. بنابراین در تراژدی ما یک تراژیک هیرو داریم، میگن تراژیک هیرو، یعنی که قهرمان هست ضمن اون که یک عمل شگفت انگیز علیه خودش انجام میده. بنابراین حالا ارسطو چه گفته داستان دیگری است که مردم که تراژدی میبینن چه احساساتی بهشون دست میده و چه میزان تزکیه، در واقع یک نوع پاک شدن روح و آرام شدن، و اینکه انسان خودش تو جای قهرمان فرض میکنه و بعد میبینه وقتی دیگه نیست این کارها رو نکرده خوشحال میشه که دوچار این گرفتاری نشه. هزار یه نکته است که در بوتیقای ارسطو کمو پویتیکس باشه اینا تحلیل شده. از این معنی که نگاه کنیم داستان رستم و سهراب خیلی به این تعریف میخوره، یعنی رستم بعد این اون چه باعث در واقع این حوادث ناگوار میشه حرکت ساده است، یه چیز خیلی خیلی صافی شه باعث مثلا رستم کسل بوده گفته برم شکار حالم جا بیاد، پا میشه داستان اونجا آغاز میشه، بعد اسبش میدوزن، اسبش که میدوزن میره اسبش رو بیاد کنه، بعد اونجا شب تهمینه میاد به اظهار عشق میکنه، بعد سهراب زاده میشه، بعد سهراب رو برمیانگیزن دشمنان علیه او، و این خیلی تو تعریف یونانیش از این نظر عرض کردم بگنه فرما شما درسته از نظر غم‌انگیز بودن و قوت تأثیر داستان ایرج فوق العاده است، داستان سیاوش از اونم پر، داستان فرود چی میزان تراژیک هست خود اسفندیار، ولی بنا به تعریف یونانیش بود که من عرض کردم. خدمت شما یه مثال خیلی قشنگی یا مشیری تو کتاب دادن، من استفاده میکنم برای موضوع اینکه متوجه بشیم تراژدی چه تفاوتی واقعا با سرنوشت غم‌انگیز داره. مثلا شما میبینید که یه هواپیما با 200 نفر مسافر منفجر میشه یا سقوط میکنه و تمام 200 مسافر کشته میشن، خیلی غم‌انگیزه، خیلی تراژدی نیست. نه چرا، برای اینکه اون افرادی که درش کشته شدن در چیز سرنوشت این ماجرا تاثیر نداشتن. درود بر شما، این تعریف کاملا درستی از تراژدیه. درود بر شما. و به هر حال رستم و سهراب تراژیک ترین، بله، با معنی یونانیش هم هست، چون سهراب میخواد خودش معرفی کنه، میگه آقا جنگ نکنیم صلح کنیم چنین بود، در حالی که خیلی جوان رستم با این همه تجربه اشتباه میکنه، بعد خودش مقر میشه به اشتباهاتش و زاری میکنه کرا آمدین پیش کامد مرا که فرزند کشتم به پیران سرا. ببینید این بنابراین مفهوم تراژدی. جا مشیری عزیزم، من یه جایی میخوام از این مطلبی که شما در مورد هاسمن نوشتین، بله، کاربرد عقل در نقد و تصحیح متون، بله، استفاده بکنم و بازم برگردم به موضوع کاموس جنگی. یه یادم رفته الان کاموس چه لقبی داشت، کاموس حالا به هر حال برگردیم به موضوع کاموس و این مطلبی رو که شما در چیز متوجه شدید و اینا. بله. در حقیقت عقل و منطق اجازه نمیده که شعر اونجوری خونده بشه. بله درو بچه‌ها، اینو شما خودتون بگین دوباره بکن. چون به نظر من خیلی موضوع جالبه. کدوم همون دمو که پول گرفتن اینها؟ نه تمتم زلوای شد در منطق فاق بکشا کشم کمم، این چه آهنگ ما در آهنگ آها بله بله خوشو یادم انداختید. بعدی که ما خوندیم که دیده این ایشون چیز کن، من اکثر عبیس شاهنامه رو حفظ بودم از 14-15 سالی گیرم، آقا این که بیاد که اینطور نیست، چه آهنگ مازندران داشتی کمند یه گرز گیرم، اصلا ربطی به این موضوع نداره، این موضوعیت نداره. و صحیحش این هست، وقتی که کاموس میاد به میدان برای خونخواهی جنگ کششان اشکبوز، چون اشکبوز چند روز قبلش دست رستم کشته میشه در دورانی کیخسرو، کیخسرو حالا کیکاووس گذشته و سالها گذشته و اینها، میگه که اون جمعیت تن به تن چیز میکنه دیگه، هم نبرد خوری که اون جنگجو یک پیاده کجاست که از نامدارانش این رست، یعنی رستم کجاست. بعد میگوید که یک محافظی داشت رستم که الوا اسمش بود و زابلی بود، کجا نیزه رستم او داشتی پس پشت او ایچ نگذاشتی، یعنی همیشه پشت رستم رو محافظت میکرد.
و این آهنگ این کرد که بیاد به میدان کاموس و رستم نگاه میکنه، یعنی او رو در واقع قد و بالای کاموس نمیبینه و یک چند نصیحت حکیمانه میکنه. بدو گفت رستم که بیدار باش، به پیکار این ترک هوشیار باش. چه قطره بره دریابری، به دیوانگی ماند این داوری. بله، میگه که تو مثل قطره هستی و این مرد مثل دریاست، این دیوانگیه رفتن تو. اما اون دیگه خون جلو چشه گرفت و میره. چه قطره بره ژرف دریابری، به دیوانگی ماند این داوری. بله، آقا میره کشته میشه. از کشتنش رستم خیلی غمگین میشه. تمتن زلوا شد دردمن، اینجا صوبه زفترا بکشاد پیچان کمن. چه آهنگ رزم سران داشتی، کمندی و گرزی گران داشتی. یعنی وقتی حریف رستم پهلوان بسیار بزرگی بود، اسلحه رستم کمند بود و گرز. این معنیش اینه، نه اینکه آهنگ مازندر. این پیداست اون کاتبی که نوشته، آخه کاتب و شاعرم بودن. میدونی یهو فراموش میکنه نول که این مرد بزرگ ایران شناس که شاهنامه شناس بزرگی هم هست، میگه که کاتب ایرانی ضمن استنساخ سه تا نسخه داره، یکی اونی که اونجا گذاشته، یکی هم که می‌نویسه، یه نسخه هم خودش تا کله خودش از خودش داره که مرتب از این منبع هم اضافه میکنه. توجه این چاهنگ ما کدوم یکی از این دانشمندان بودن که گفتن که ای کاش این کسی که نسخه نویسه بی‌سواد میگه ملک شهر بهار میگه ای کاش اینا 100% بی سواد بودن و فقط کلمات رو نقاشی میکردن، در اون صورت حقیقت به دست ما میرسید و این کور سواد کاتب باعث خراب شدن همه متون شده. توجه میکنید این در حقیقت عقلی که شما، یعنی عقل اینجا فراراه شماست برای اینکه ببینید که واقعا مثلا مازندران اینجا لازم نیست. این مازندران اینجا برمیگرده به موضوع کیکاووس، برمیگرده به خانهای مثلا خان سوم رستم با جنگ با بله بله جیز. معنی نمیده اینجا. اینجا معنی نمیده. ببین آقای خلیلی، در تأثیر من همه چیز در خدمت دو پدیده است، یکی معنیه و یکی سبکه. ببین شما سبک سخن همیشه در خدمت معنیه و سبکه، و این کار یاد دادنی نیست که شما برید 4 سال دانشگاه بشینید منعقد بشید، اصلا چنین چیزی نیست. همون جوری که هاوسمن نوشته این کار مثل سگ هنگام شکار کک. بله بله، میگه که وقتی که سگ ککو میگیره به این سرعت، این روی آمار و ارقام و ریاضیات و تعلیمات نیست، این روی طبیعت خاصش که داره این سگ گرفتن ککو. میگه به کرگدن شما خودت بکشید، اگه ککار هم نشونش بدی نمیتونه بگیره. این نشونه این دانشمندان نادان که هیچ ذوقی ندارن، هیچ اطلاع هم ندارن، بعضی کارا میکنن. میگه اگر ما ککار نشون بدیم، محلش هم نشون بدیم، امکان نداره کرگدن یک کک بگیره. و قبل از این میگوید که یک مصحح هنگام تحصیل یک مرد هیچ شباهتی به نیوتن در حال محاسبه حرکت اجرام سماوی ندارد، حالت او بیشتر شبیه سگیست که داره کک میگیرد. بنابراین این کک گرفتن با تعلیمات نیست، با ریاضیات نیست، با علم نیست اونطور، و توضیحات میده. این مقاله هاوسمن که 1922 در مجمع کلاسیسیست‌های انگلیس توضیح شد، یک شاهکار بزرگی در تاریخ نقدسیه. اصلا کتاب نمیشه در باب نقدسی نوشته بشه. و این مقاله کاربرد، یعنی application of thought in textual criticism، یعنی کاربرد عقل در کار نقد و تحصیل. و این بخشیشی که عرض کردم، بعد توضیح میده که چرا بعضی عقل را از دست میدن و میزنن به بیابان و یک راههایی که در حالی که همه چیز در خدمت معنیه. وقتی معنی درست نباشه خب کار زار دیگه. چه داستانی؟ یک دلم میخواد که یک مثال دیگه هم از کاری که انجام شده خودتون بزنید. یکی از شگفت‌ترین خطاها که مرتکب شدن دوستان ما، این بخشی است که در پایان جنگ کاموس، چون سخن از کاموس شد، عرض میکنم. خیلی خیلی جالبه. میگوید که فردوسی میخواد که امانتش رو نشون بده، به آیندگان بگه من خودم داستان سازی نکردم، من اون چیز در از گذشتگان به من رسید، نامه باستان، من عین همون را آوردم. میگوید
سراوردم این رزم کاموس نیست، دراز است و نفتاد از اون یک پشیز. گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بود. یعنی بیت دوم عیده بیت اوله، میگه داستان کاموس رو به سر آوردم و یک پشیز از کتاب کم نشد. پشیز یعنی یک حتی کوچکترین چیز از این کتاب کم نشد، نیفتاد. گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. دلم شادمان شد ز پولاد بند، که بر بند پولاد نفزود بند. بله؟ نه. حالا چرا؟ اینا یعنی چی؟ داستان یعنی کسی که میخواد تحصیل شاهنامه کنه اینا رو باید بداند در این با، وگرنه همین کاری میکند که یکی از دوستان کرده دیگه. یعنی باید بداند که داستان کاموس بعد از داستان انوشیروان و داستان سیاوش درازترین داستانهای شاهنامه است، حدود 3000 اندی بیت. خیلی خوب، یک. و باید بداند که داستان پولادوند که بلافاصله بعد از داستان کاموس میآید حاوی 222 بیت هست، یکی از کوتاه‌ترین هاست. فردوسی چه میگوید؟ میگوید داستان بلند بود، رنج من افسون شد، اما همشو به پایان بردم بدون که یک پشید ازش بیفته. و بعد میگوید دلم شادمان شد ز پولادوند، که بر بند پولاد نفزود. من خوشحالم که داستان پولادوند کوتاه بود و پولادوند جنگ کوتاه کرد و فرار کردن. دوستان چی فهمیدن؟ دوستان گفتن که وقتی فردوسی میگوید که دراز است و نفت داد از اون یک پشیز، اینه که داستان خیلی دراز، یک پشیز پول گیر ما نیامد. باور میکنید واقعا این عجیبه و این زشته و این منکره این سخن؟ آقا معنیش روشه، نخوندی. بعد این مصاحب محترم بیت آخر اینطور نوشته: دلم شادمان شد ز پولاد من، که بر بند پولاد بفزود من. یعنی درست برعکس فهمیده، اصلا نفهمیده موضوع رو، به خاطر که اشراف نداشته. حافظه خیلی قوی میخواد این کار. شما واسه مثل یک کامپیوتر دائم حواستون باشه، چون هر قهرمان یه خصیصه داره و یک روحیه داره. مثلا گرگین رو شما میتونید بگید ترسو، چون ترسش نشون داده، ها، دروغ هم گفته تازه، ها. ولی گیو رو نمیگید دروغگو و ترسو، چون این اصلا صفتی برای گیو نیست. این روحیه شناسی شخصیت شناسی در شاهنامه اینطور نیست. بنابراین اگه چیز برخوردید باید شک کنید که آقا این گیوه، ما درش صحبت میکنیم. فردوسی وسط داستان کاموس دنبال یه پشیز پول نیست که، آخه خنده داره. توجه کنید، میگه دراز است و نفت داد از اون یک پشیز، یعنی از کتاب چیزی کم نشد. آقا گفتین گرگین، یاد اون شعر افتادم که تو همینجا تصحیح کردین که یه جایی در مورد گرگین گرگه در حقیقت. آره خیلی جالب بود. بعد این اینم خوب مطرح کرد. ببینید بعض اوقات کتاب فروشی ها مثلش که کار شما، اینا چاپخانه که نداشتن، کاری که میکردن این بود که میرفتن یک طلبه ای رو استخدام میکردن، میستاد رو بلندی روی میز، 200 طلبه میشستن رو میز رو زمین، این میگو بلند بلند اونا مینوشتن. یه مرتبه مس پروداکشن بود دیگه، یهو 300 کتاب شاهنامه در میومد. خب بعض اوقات اون عوضی میشنید. ببینید میگه که زلشکر بر توس شد کینه خواه، که او بود بر پای و نیزه به دست. چو گرگ این فرود آمد اون برنشست، اینا کردنش چو گرگی فرود آمد اون برنشست. یعنی معنیش اینه که گرگین و توس یست داشتن، بعض وقتا این سوال میشد گرگ این رو گرگین نوشتن، به جهتی که با گوشش احتمالاً احتمال میدم من شنیده. خیلی خیلی راه هست که کاتب به خطا میره. خب مهندس مشیری عزیزم، داره استودیو میگه که برنامه ما تموم، ولی برنامه ما تموم نمیشه. ما یک شنبه آینده 5 بعد از ظهر در شرکت کتاب با بهرام مشیری خواهیم بود. از همه دوستانی که در لس آنجلس تشریف دارن و در جنوب کالیفرنیا تشریف دارن خواهش میکنم که به این به قول معروف جمع بپیوندن، بیان و قدم بگذارن به کتاب فروشی ما. قدم شما روی چشم منده و دوستان من در شرکت کتاب، و از بهرام مشیری برای این محبتی که کرده و میاد که کتاباشو اونجا امضا کنه پلوی ما سپاسگزاری میکنم. از اینکه تو برنامه من شرکت کردین بسیار سپاسگزارم. و دوستان عزیز، خدا نگهدارتون. با انتشارات فروغ، انتشارات پگاه و شرکت کتاب همچنان در خدمت شما خواهیم بود.